روزنامه لوموند یکی از مستقلترین و با نفوذترین نشریات جهان، نه فقط فرانسه. روزنامه‌ای که از یک اساس بسیار محکمی برخوردار است و نظراتش در جهان نظراتی است که با اهمیت کامل تلقی می شود، یعنی نظرات مفسرانش، نویسندگانش و ضمناً بسیار قدیمی روزنامه لوموند. در یک بررسی جدید نوشته است که اوضاع و احوال جهان آشفته تر از آن است که مردم جهان تصور می کنند. در واقع آنچه که این روزها می گذرد ما را به یاد مسائلی می اندازد که قبل از آغاز جنگ دوم جهانی از جانب هیتلر طرفداران و یا مخالفانش مطرح می شد، نوعی فاشیسم مذهبی. میگن آمریکا و اروپا به طور کامل از مدت‌ها قبل اشتباه می‌کردند. اشاره‌ای می‌کند به سال‌های دور، سال‌هایی که عبدالناصر کانال سوئز را ملی اعلام کرد، فرانسه، انگلیس حمله کردند به مصر و با اولتیماتوم آمریکا عقب نشستند و نظر داده است که آن آتش و آن روزگاران بعدها به صورت موزل فلسطینی‌ها نمودار شده و همچنان آتشی است فروزان و خطرناک در یک نقطه‌ای که اسرائیل در آنجا در هر حال از قدرت بسیاری برخوردار است. باز می‌گردد به مسائل اسلامی و می‌گوید که غرب بسیار خطا کرد که برای پیشبرد نظراتش، برای بهره‌گیری، برای استفاده و بهتر بگوییم سوء استفاده، مسئله مذهبی را، آن هم اسلام را، در جهان برافروخت و نتیجه این شده است که حتی آمریکا در خاک خود امنیت ندارد. انگلستان روز روشن در خیابانش سر یک سرباز جوانش را می‌برد. سوریه وضع آنگونه است، عراق آنگونه است. وقتی که بامداد امروز این مطلب لوموند را می‌خوندم به خاطرم رسید که همون حرفایی است که من دیروز خدمت شما عرض کرده بودم که اوضاع و احوال جهان با بهره‌گیری بسیاری از کشورها از مذهب به عنوان ایدئولوژی سیاسی و با روی کار آمدن سیاستمداران درجه سه در آمریکا و ندانم کاری‌های آنها به صورت یک خطر جدی جهان را تهدید می‌کند. خطری که معلوم نیست به این آسونی‌ها بتوان آن را جمع کرد. کما اینکه آمریکایی که می‌گفت طالبان یک گروه تروریستی است، اینک حاضر شده است که رو در رو بنشیند با طالبان مذاکره کند، اما طالبان می‌گوید من به این آسانی ها با ابرقدرت جهان یعنی آمریکا مصاحبه نمی کند، مذاکره نمی کند. در ایران ما این شایعه به شدت در میان مردم پیچیده است و فاش شده است که گروه مؤتلفه که در بازار نفوذ زیادی دارد و در کارهای سیاسی نفوذ زیادی دارد، روابط بسیار نزدیک و حسنه با یکی از احزاب سیاسی انگلستان دارد، حزب محافظه‌کار. خب از قدیم الایام بازاری ها در سیاست نقش و نفوذ فراوانی داشتند، اما چرا در این مقطع زمانی مطرح می شود؟ بابت اینکه آقای جک استرا که معروف شده بود به آیت الله جک استرا، از بحث با این آقای روحانی در جریان پرونده هسته‌ای با هم رفاقت می‌کردند، به روزنامه ساندی تایمز گفته است که انتخاب آقای روحانی یک شانس است برای مردم ایران و مردم ایران نشان دادن با انتخاب آقای روحانی خواستار تغییراتند. تردید نیست که ایرانیان خواستار تغییراتن، اما نه در چهارچوب
حکومت اسلامی. آنها خواستار این هستند که آخوند و ملا به جایی که جایگاه اوست، یعنی به مسجد بازگردند، یا به قول خودشان بروند در قم بنشینند و مردم را راهنمایی های روحانی کنند، آنها را دعوت کنند که به سوی برابری، برادری، عدالت، انصاف برند. در حالی که در طول 34 سال گذشته هیچ کدام از این شعارهایی را که قبلا می دادن عملی نکردند، نه عدالت را رعایت کردند، نه انصاف را رعایت کردند، نه انسانیت را رعایت کردند. پس ایرانی ها تغییرات را لازم دارند، می خواهند، با جان و دل دنبالش هستند. اما در زمانه ای که همه قدرت های بزرگ به نوشته این نویسنده لوموند دنبال برپا کردن مسائل اسلامی و اختلافات شیعه و سنی و اختلافات مذهبی که سرانجام این اختلافات شیعه و سنی کم کم دامنش به مسائل مسیحیت هم کشیده خواهد شد اگر برقرار بمانند اینها. خب چرا این قدرت‌های بزرگ آیا قبلا منافع خود را نمی بردند؟ آیا زیاد خواهی آنها موجب شده است که کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران ما که در واقع دل تپنده خاورمیانه است؟ فراموش نکنید که آزادی خواهی از انقلاب مشروطیت ایران در سراسر خاورمیانه شروع شد. فراموش نکنید که وقتی شادروان دکتر محمد مصدق نفت را ملی اعلام کرد و در دادگاه برنده شد و انگلستان باخت، ملی کردن منافع ملی در سراسر جهان آغاز شد و از جمله در مصر با ملی کردن کانال سوئز که منجر به همان جنگی شد که این مفصل روزنامه لومون میگوید. خب پس بنابراین این فقط مملکت ما نیست که در آن عقلانیت و خرد حاکم نیست، در همین آمریکا هم به نظر میرسد که عقلانیتی نیست، چون عقلانیت حکم نمیکند که از یک حکومت خونریز آشوبگر در منطقه حمایت شود، با آنها سر یک میز بنشینند و مذاکره کنند، آنگونه که آقای اوباما مجدداً اعلام کرده است که حاضر است با حکومت اسلامی رو در رو بنشینند و مذاکره کنند. درد ملت ایران وقتی بهبود پیدا می کند که چنین حکومتی برود، به تاریخ سپرده شود. وقتی که مردم بفهمند و بدانند که این گروه مؤتلف اسلامی که با احزاب سیاسی انگلستان رابطه دارد، آیا این رابطه در چارچوب مسائل تجاری محدود می شود و یا نه از آنجاست که همه این مسائل حالا فوری جمعی میگن آقا این تئوری توطئه است. تئوری توطئه بله هست، اما واقعیت دارد این طوری، برای اینکه ما دیده ایم در طول سالیان دراز که هر اتفاقی در مملکت ما بر ضد ملت ما افتاده است، دستی از آن جزیره به ایران رسیده شده است، نقشه ای از آن جزیره به ایران فرستاده شده است. این چنین است که تنها مسئله ای که میتوان به آن تکیه کرد مردم هستند، جوانان بیدار شده ایران هستند، کما اینکه نامه‌ای که پسر آقای روحانی که در سال 1992 خودکشی کرد از او به جا مانده و نشریات عربی آن را انتشار دادند، حاکی از این است که پسر روحانی در وصیت نامه خود نوشته بود که من خجالت میکشم از بس از من میپرسند که پدر تو آیت الله روحانی در این مسائل کشت کشتار سهیم و دخیل بوده است، دست پدر تو خون آلود است، من خسته شدم از شما پدر، از دولت اسلامی و از آنچه که شما انجام می دهید و بدین دلیل خودکشی می کنم. و این نامه این روز، این روزها نه به عنوان شرمساری پسر روحانی معمم، بلکه به عنوان شرمساری جوانان ایران از
این حکومت و از این وضعیت محسوب می شود. جوانان ایران ناراحت و شرمسارند از وضعیت فعلی و سرانجام همین جوانان ایران هستند که با همین نوع آگاهی ها، انتشار این نوع نامه ها، مردم را دعوت خواهند کرد که به این حکومت پایان ببخشند. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد فردا همه شما عزیزان را به ایزد مهر می‌سپارم. بدرود.